که روزه میگیرین، اون لحظه‌ای که خیلی گرسنه و تشنه میشین معمولاً به چه یادی میفتین؟ بالاخره خب کسایی که مستمندن، کسایی که دست باشون تنگ تره و به یاد کسایی میفتیم که واقعاً خب در خیلی از من ناطقن که چیزی بهشون نمیرسه و واقعاً خب یه حس خیلی قریبونه به آدم دست میده که اونا هم واقعاً این طوری است که ما تموم طول سال روزن عوضی که یک ماه را روزه باشن تو یک سالی تموم به مهمانی خدا بر. اون کسایی که واقعاً ندارن بخورن، اون کسایی که واقعاً علاوز وضع مالی فوق العاده ضعیفی دارن، اونجا آدم میفهمه چقدر سختی میکشن وقتی یه بعد از غذاشون یه بعد از کارشون عقب میفتن. یادم فقیرها، مستمندان، یاد فقیر بیچاره، یاد اونا که غذا ندارن، اون که زندگی ندارن، به یاد باید به اونا کمک کرد حتی عدل امکان و به یاد خدا باشه. بله، اگر واقعا انسان تا اون حد فکر و ذکرش بالا باشه، باید فکر بقیه افراد بکنه، هایی که واقعا تو این شرایط، نه حال در این شرایط بلکه در تمام شرایط طول سال روزدار هستن، امکان استفاده از غذا و مسکن و غیره ندارن، آدم باید فکر همیشه به حال اونا فکر کنه. خب به کسانی که در روزهای غیر از ماه مبارک رمضان هم چیزی ندارن بخورن چیکار دارن میکنن تو این دنیا که کم هم نیستن تو این دنیا، تو این دنیا که ما زندگی کنیم خیلی از گرسنگی تلف میشن. حالا ما اگر 10 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت چیزی نخوریم اتفاقی نمیفته. با گرسنگی یاد یار امام پیغمبر، زمانی که در شهر ابی طالب 3 سال گشنگی کشیدن، اون زمانم زمان امام حسین فقط تشنگی، زمان پیغمبر که در شهر تازه مردم به دین اسلام دعوت شدن، در شهر ابی طالب همشون گرسنگی کشیدن. میتونم بگم یاد اونا میافتم. چیز دیگه به ذهنم نمیاد. افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال اون عملی است که انسان در اون سختی بیشتری ببیند. میفهمم که حالا درست عملی که ثواب داشته باشه خداوند خیلی داریم ما، ولی اعمالی که انسان به سختی زیادی بهش فشار میاره، مطمئنن خداوند برای این اعمال ثواب بیشتری براش قرار میده. که تو روزه هایی مثلا روزه هایی مثل الان که تو در حال تابستانه یا هوای گرم هست، خب انسانایی که روزه دار هستن مطمئنن سختی و مشکلات بیشتری دارن و باعث روزه ای که باعث بشه که هیچ گونه سختی نداشته باشه، تشنگی نداشته باشه، گرسنگی نداشته باشه، شاید روزه باشه ولی اونچنان ثوابی که براش در قرار داده شاید نداشته باشه. اصل هدف روزه این است که انسان به واسطه این روزه ای که میگیره یه تشنگی یا گرسنگی به خودش میخره، به یاد دو تا دلیل میتونیم براش بگیم، چی به یاد فقرا و مساکین که اونا ندارن چیزی برای خودشون قرار غذای چیزی تهیه کنن، و به یاد گرسنگی اونا انسان میفته که اونا الان چه سختی هایی میکشن، درد اونا را احساس کنه، هم دردی میکنه. و یکی هم به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت انسان میفته که اونجا و اسی فکر برای خودش و یه کاری، یه تلاشی و خود یه عملی داشته باشه. بیشتر آدم یاد مستمندان، یاد اونهایی که حالا چه در طول تاریخ چه در زمان خودمون، بیشتر انسان میتونه زندگی کسانی رو که آبرومند دارن زندگی میکنن، اما این زندگی با مشقات بسیار زیادی همراهه. تو جامعه ما خانواده های زیادی هستن، حالا یا بی سرپرست یا خانواده هایی که
دستشون به دهنشون به قول خودمون نمیرسه، به قول معروف نمیرسه و اینا واقعا زندگی حتی طول سالشون رو با گشنگی سر میکنن. بچه هایی هستن که نهار ندارن بخورن یا شام ندارن. بیشتر به یاد همین ها آدم میفته، یاد قیامت، یاد کربلا، یاد تشنگی، آتش. شما رو یاد چی میندازه؟ بله، تشنگی و آتش انسان رو یاد کربلا میندازه و یاد بچه های آقا عبی عبدالله حسن که در اون موقع و در اون زمان هوای گرم چه تشنگی و چه آتشی داشتن انسان. هم دردی میکنه با شهدای کربلا. امام حسین تشنه جواب دلاله حسین که در کربلا با زمانی تشنه کشتن شهیدشون کرد. یاد تشنگی زمان امام حسین و مصیبت هایی که اونا کشیدن آدم میفتید. با تشنگیش که یاد آقا امام حسین حضرت ابوالفضل میفتیم و فرزندانشون. تشنگی فقط آدم ها یاد آقا ابی عبدالله میدازه، فقط. برای اینکه گرما هم هست یاد کربلا میفتیم. گرمای کربلا بود و سختی های امام حسین که آب نبود بخورن و این هاست. تشنگی ما رو یاد امام حسین. سبحان الله. در جشن با شکوه روزی که آغاز می شود و در تمامی روزهایی که شیرینی نام تو بر لبانم می نشیند، من عهد دیرینه خیش را با صاحب صبح و امام عصر تازه می کنم. دست بیعتم را در زلال دستانش معطر می سازم تا شعر سپید این عشق در صحن دلم تکرار شد. تراوت جاری این عهد و بیعت هرگز از باغ خاطرم بیرون نمی رود و پیوست شال سبز محبتش را بر گردن می نهم تا نوازشگر شانه های لرزانم باشد. خالق مهربانم، اگر دست تقدیر تو لباس سپید آخرت را بر تن من پوشاند و درخت زندگیم تن به خواب زمستانی و ابدی خیش سپرد و میان آن ماه تابان در آسمان چشم مردمان آشکار شد، مرا از محراب قبرم برانگیز و توفیق احرام در صحن و صفهایش عنایت کن تا لبیک گویان در گرد کعبه وجود مقدسش طواف کنم. ای اجابت کننده ی هر دعا، پنجره قلب منتظران رو به آسمان بیکرانت گشوده است تا به یک اشارت تو غبار غم و اندوه غیبت از دلها برخیزد و چشمها به تماشای باران ظهور بنشیند. خدایا شب یلدای هجران را به یمن ظهور ماه کاملش کوتاه کن که شب پرستان همچنان چشم بر صبح صادقش بسته اند و ما مؤمنان طلوع خورشید جمالش را نزدیک می‌کنیم. اللهم عجل لوليك الفرج. سبحان الله. سبحان الله. حالا هر دو تا شب رو هم جمع می‌کنیم با اشاره به اون جمله‌ای که از وجود مقدس پیغمبر هست که حضرت در اون خطبه شعبانیه که در آخر ماه شعبان المعظم حضرت ایراد فرمودند که نزدیک به ماه مبارک رمضان بود، یه جملش هم اشاره به این مطلب داره که حضرت در اونجا فرمودند با تشنگی و گرسنگی در ماه مبارک رمضان به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت بیفتید. این خودش درس بزرگی برای ما خواهد بود که بالاخره انسان در ماه مبارک هم تشنه میشه هم گرسنه میشه. خب این تشنگی و گرسنگی به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت باشه.
در جای دیگه داریم که تشنگی و گرسنگی که بر شما وارد میشه به یاد اون کسانی که گرسنه اند هم بیفتید، به یاد اون کسانی که غذا ندارند هم بیفتید و این احساس مسئولیتی در وجود شما روزه به وجود خواهد آورد. دیگر از نکاتی که میشه بهش اشاره کرد در تحمل گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان، مسئله آقا ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه است. و یک شخص روزدار اون وقتی که تشنگی بر او فشار میاره، اون وقتی که گرسنگی بر اون فشار میاره، هرگاه این شخص اهل دل باشد، هرگاه این شخص متوجه باشد، ناخودآگاه یادی از تشنگی آقا ابو عبدالله میکنه، خاطری از تشنگی ابو عبدالله به ذهنش میاد، ناخودآگاه یا حسین میگه یا ابو عبدالله میگه. ما در مورد آب خوردن داریم که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن هر وقت آب می نوشید یادی از تشنگی ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه بکنید و لعنت بکنید بر دشمنان حضرت، بر قاتلان حضرت، بر یزید بن معاویه لعنت الله علیه ما و علیهم الهاویه. اما این تشنگی روز کربلا رو ما نمیتونیم بفهمیم، این روز گرفتن، این گشنگی، این تشنگی ما رو در جهت درک صحنه عاشورا و در جهت درک اون فضا بیشتر کمک میکنند، اینکه ما بدونیم اونا چه تشنگی کشیدن. تازه اطفال ابا عبدالله تشنه بودن، شما نگاه کنید علی اصغر تشنه بود و تلذی میکرد، لبشو مثل ماهی باز و بسته میکرد در طلب آب، مادرش شیر نداشت بهش بده از تشنگی. اینها چیزهایی است که در ماه رمضان راستی ما نمیتونیم واقعا درک بکنیم، اما یه راهی برای درک اینها هست، یه راهی برای توجه به این مسائل هست، این روزه ماه رمضان. و چه خوب است و چه زیباست و چه نیکو که روزداری روزش رو با ذکر ابا عبدالله حسین به پایان ببرد، با تشنگی که او رو به یاد آقا امام حسین صلوات الله علیه انداخته است. کتاب رمضان دستاورد نقره‌ای روح انسان است که در پرتو تلاش و مجاهدت‌های نفسانی از سحرهای ابو حمزه تا شب‌های افتتاح سپیده باران می‌شود. اللهم انی اسألک